خانم ها آقایان، درود بر شما. علی جوانمردی هستم. انقلاب ایران 35 ساله شد. هنوز پرسش های بی پاسخ مانده و یا پاسخ های متعددی از سوی کارشناسان داده شده که چرا انقلاب اساسا رخ داد؟ آیا انقلاب به اهدافش رسید؟ دستاوردهای انقلاب ایران چه بوده؟ چه تأثیری بر زندگی مردم و وضعیت کلی کشور گذاشته؟ انقلاب ایران چه مراحلی رو در این دوره 3 دهه و چگونه گذرانده؟ با چه چالش‌هایی مواجه شده؟ انقلاب ایران با دیگر انقلاب‌ها چگونه مقایسه میشه؟ انقلاب ایران و دولت ناشی از اون چگونه بر منطقه تأثیر گذاشته؟ باعث چه تغییراتی در سیاست جهانی شده؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر که امشب در این ویژه برنامه 35 سالگرد انقلاب حد تل امکان سعی میشه به اونها پاسخ داده بشه با حضور دو کارشناس میهمان از لندن، مسعود بهنود، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، و علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اما پیش از اون، جمهوری اسلامی ایران همونطور که گفته شد 35 سال حیات سیاسی خود رو با دو ولی فقیه پشت سر گذاشته. دوران رهبری آیت الله خمینی با 3 رئیس جمهوری سپری شد، اما جانشین او آیت الله علی خامنه ای تاکنون با 4 رئیس جمهوری با گرایش‌های متفاوت این دوران رو سپری کرده. او برخلاف آیت الله خمینی که دهه اول جمهوری اسلامی رو به سرکوب گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی و با جنگ با عراق سپری کرد، با کشوری ناگزیر به جنگ نشد، اما به رویارویی با جناح‌های سیاسی ادامه داد که مهمترین اونها ناآرامی‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. آیت الله خمینی به دنبال انقلاب سال 57 حکومت ایران را به جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه تبدیل کرد که 35 سال است ادامه دارد. دوران رهبری آیت الله خمینی با 3 رئیس جمهوری و 3 نخست وزیر سپری شد. انتخابات امسال، اما جانشین او آیت الله خامنه ای تا کنون با 4 رئیس جمهوری سر کرده است. وی برخلاف آیت الله خمینی که دهه اول جمهوری اسلامی را به تثبیت نظام، سرکوب گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی و جنگ با عراق سپری کرد، درگیر جنگی نشد، اما در رویارویی با جناح‌های سیاسی مخالف در درون نظام، با ناآرامی‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مواجه شد. ناظران سیاسی این دوره را دوره جدایی رهبران باقی مانده از دوران انقلاب از یکدیگر و تثبیت حاکمیت فردی دومین ولی فقیه در عرصه‌های سیاسی و اداری کشور می‌دانند. اونها یعنی دشمنان ملت ایران جز بازی با کاغذها و تبلیغات کاری نمی‌توانند انجام بدهند. در همین دوران بود که روابط سیاسی ایران با جهان به پایین ترین سطح خود در سالهای بعد از انقلاب رسید. پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت فرستاده شد و تحریم‌های بین‌المللی بر ایران تحمیل شد. بعد از محمود احمدی نژاد، حسن روحانی با شعار تدبیر و اعتدال با اکثریت مطلق آرای مردم به ریاست جمهوری رسید و در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی از شفافیت و باز کردن فضای سیاسی و مشارکت با جهان سخن گفت. در تعاملات بین المللی دولت تلاش خواهد نمود تا با ایجاد اعتماد متقابل بهتر و بیشتر بین ایران و کشورهای منطقه و جهان امنیت ملی و پیرامونی خود را گسترش دهد. شفافیت کلید گشودن باب اعتماد است. شفافیتی که از آن سخن میگوییم نمیتواند یک طرفه و بدون سازوکارهای اجرایی و عملی در روابط دو جانبه و چند جانبه باشد. به این ترتیب مذاکرات جدی با غرب آغاز شده است و اگرچه آیت الله خامنه ای مذاکره با غرب و به ویژه آمریکا را نرمش قهرمانانه نامیده،
اما هنوز کسانی نگران دخالت رهبر و سپاه در کار دولت هستند. جیمز بوشان، نویسنده و مورخ بریتانیایی که کتابی در مورد انقلاب سال 57 نوشته، اخیراً با خبرنگار صدای آمریکا در لندن گفتگوی انجام داده که توجه شما رو به اون جلب می‌کنم. بپردازیم به ایران امروز. اشتیاق بی‌تردید حسن روحانی به گفتگوهای هسته‌ای و آمادگی دولتش برای سازش‌های چشمگیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا اینها حرکت‌های تاکتیکی هستند برای رها شدن از تحریم‌ها یا استراتژیک هستند و ایران مایل است روابط سازنده‌تری با غرب داشته باشد؟ به نظر من راهبردی است و اگر راهبردی نمی بود، پیروزی قاطعی که در آخرین انتخابات نصیب آقای روحانی کردند ما را مطمئن می سازد که این قضیه راهبردی است. اگر به 15 سال گذشته بنگریم، یعنی از زمانی که ایران نخستین پژوهش‌های هسته‌ای‌اش را آغاز کرد، این کشور مبالغ فوق‌العاده هنگفتی پول را به هدر داده و مقدار زیادی زمان و فرصت را هم از دست داد. 15 سال زمان از دست داده از نظر مالی و پولی در دو دوره دولت‌های آقای احمدی نژاد، یعنی از سال 2005 تا 2013 ایران از راه فروش نفت تقریباً 500 میلیارد دلار درآمد داشته، اما در همین دوره 8 ساله سطح و معیار زندگی مردم ایران سقوط کرد. و باید توجه کنیم که معیار و سطح زندگی در ایران در حال حاضر پایین تر از حدی است که در اوایل دهه 1350 و مقایسه میان دوران پادشاهی ایران با دوران جمهوری اسلامی به سود جمهوری اسلامی نیست. در نتیجه ایرانیان اهل خرد و اندیشه مدت هاست دریافتند که ایران باید روش سیاسی و اداریش را تغییر دهد و میتوان گفت در این 15 سالی که ایران فناوری هسته‌ای را پیگیری کرده پیشرفت بسیار ناچیزی داشته است، تا حدی که میتوان تصور کرد که اصلا پیشرفت مهم و جدی هم نداشته است، چون برای دستیابی به دانش فیزیکی که یک محصل دبیرستانی از آن سر در میآورد و آن را میفهمد و از سابقه آن در جهان 70 سال میگذرد، 15 سال مدتی بسیار طولانی است. بسیار خوب، اگر این تغییر استراتژیک با نظر آیت الله خامنه‌ای و دیگران در رهبری ایران باشد، ایران از اینجا به کجا می رود؟ منظورم این است که گمان نمی کنم کسی فکر کند که این پایان جمهوری اسلامی یا آغازی بر پایان آن باشد. اما می توان جمهوری اسلامی آفرید که لیبرال تر باشد و روابط خارجی بهتری داشته باشد؟ بله، به آسانی. ایران باید مقداری از خیالات واهی خود را کنار بگذارد و همچنین ایدئولوژی خود را باید بروز کند، چون ایدئولوژی جمهوری اسلامی با شعارهای گندیده و فروپاشیده چپگرایانه یا شعارهای مندرس جهان سومی که این روزها بی‌معناست، هنوز واقعا در دهه 1340 میخکوب شده است. آیا چین امروز جهان سومی است؟ آیا برزیل جهان سومی است؟ جهان سوم و جهان سومی که امروز دیگر معنایی ندارد. اگر ایران بر سر این پژوهش‌های هسته‌ای و تقابل ناشی از آن حواس خود را پرت می‌کرد، امروز در شمار کشورهای جای می‌گرفت، مانند مکزیک، نیجریه، اندونزی و یا ترکیه که در حال بالا آمدن هستند. مثلا ترکیه در دهه 1350 که من نخستین بار به ایران سفر کردم، فرسنگ‌ها از ایران عقب بود و امروز فرسنگ‌ها از ایران پیش است. ایران میتواند کشوری اسلامی باشد. بیش از 1000 سال است که ایران کشور اسلامی بوده و بعید هم هست که اسلامی نماند، اما ایران باید بیاموزد که سازش کند و باید در جهان برای خود دوستانی پیدا کند. باید از ادامه این وضع باز ایستد که وقتش را با این اعتقاد بگذراند که در زرورقی واهی تنها کشور اهل تقوا و فضیلت در جهانی سرشار از شر است. این طرز فکر موضعی نیست که کشورهای دیگر خریدار آن باشند. خب آقای بهنوت، اولین پرسش رو با شما شروع میکنم. اکنون پس از 35 سال، وقتی نگاه میکنیم به انقلاب، فکر میکنید انگیزه های شروع انقلاب 57 با آنچه که اکنون از جمهوری اسلامی میبینید چقدر مطابقت داره؟ ببینید، شما اگر که نیمه دوم سال 57 رو شروع واقعی جریان انقلاب بگیرید، در اون زمان نه آقای خمینی و نه هیچ کسی دیگه ای از اینایی که بعدن ادعا کردن تصوری از این که خواهند تونست چند ماه بعد حکومت رو سرنگون کنند و یه حکومت جدیدی درست کنند و چی اونجا بذارن نداشتن.
حتی موقعی که حکومت تشکیل شد، یعنی 22 بهمن سال 57، باز در اون موقعیت هم من نمیشناسم کسی رو. تا اونجا که من میدیدم، به هر حال حضور داشتم، گزارشگر وقایع بودم، کسی رو نمیشناسم که بتونه ادعا کنه که در روز 22 بهمن میدونست چه اتفاقی افتاده. در روز 23 بهمن در پشت و بام مدرسه علوی، من به دلیل اینکه پیامی رو باید میرسوندم به آقای مهندس، گشته بودم و فهمیده بودم که در ساختمان پهلویی هستن، رفتم از اون پشت بوم به ایشون برسم. وقتی رسیدم انقدر ایشون آشفته بود و انقدر فشار رو زیاد بود که در حالی که داشت خودش کمک میکرد که دکتر صابی از روی این پشت رد شه، من به محض اینکه کلمه اول رو گفتم، ایشون با فریاد، برخلاف همیشهش که آدم آرومی بود، با فریاد شروع کرد که آقا چرا این توی میگین مملکت به هم ریخته فلان و همه توقع دارن، یه دقیقه وایسین فلان اینا. یه روز فقط از انقلاب گذشته بود. در این موقعیت من از زبانم پرید و گفتم خب آقای مهندس انقلاب شده دیگه. و ایشون بعداً این رو نقل کرده بود، دو سه بار به شوخی یه بارم در یه مقاله نوشت که اول بار من وقتی شنیدم انقلاب شده رو پشتمون یه کسی به من گفته بود. ولی آقای بهنود، مقصد اینه که برای ایشون هم دوره. آقای بهنود، یعنی شما میخواید بگید که موجی بود شروع شد، کسی یعنی نمیدونست که به کجا ختم خواهد شد و مثلا پیروزی انقلاب چگونه خواهد بود فردای اون، ولی بالاخره انگیزه هایی بود که چنین انقلابی شکل بگیره، منجر به سقوط نظام پادشاهی بشه. این انگیزه ها چقدر یعنی قوی بودند که باعث چنین انقلابی بشن؟ ببینید، در خلاصه ترین بچه براتون بگم، یه مطالعه است که ما در سالهای عزلت در تبعید در داخل ایران، من 15 سال در داخل ایران ممنوع خروج بودم، کار خیلی زیادی هم نداشتم، بنابراین با یه گروهی کار میکردیم. خلاصه پژوهش که به دست آوردیم اینه که خدمتتون عرض میکنم، انقلاب ایران 3 حرکت بود. به نظر یک حرکت میاد به دلیل سرعتش و به همین دلیل هم بین اجزایش اختلاف وجود داره، چون هر کدوم یه بخشش رو میبینن. در بخش اول نه قدرت خارجی دخالت داشت نه مردم ایران، فقط شاه دخالت داشت. اون بخشیست که حکومت پادشاهی به دلایل اقتصادی بیشتر و کمی اجتماعی شکست خورد. بخش دوم بخشیست که خلأ رهبری پیدا شد، یعنی قدرت‌های خارجی فهمیدند که به شاه امیدی نیست و به سرعت تو این زمینه شروع کردن یارگیری کردن. ما یک مرتبه، اون موقع که نمیدونستیم، بعدا آقای سلیمان نوشت، یک مرتبه دیدیم در هر کافه و رستورانی در تهران یک کسی آمده از واشنگتن نشسته و میخواد با آدمهای مختلف، از ماها که کاری نبودیم تا آدمهایی که سیاسی بودن، گفتگو کنه و بفهمه چه خبره. خود این اومدن خارجی‌ها و فراموش شدنشون در تهران یک پیامی بود برای گروه‌های سیاسی، هم از جبهه ملی، حزب توده، گروه مذهبی و بقیه و کم کم مردم، که خبری شده است. و بنابراین این شروع حرکت بود. در حرکت سوم به نظر من نقش اصلی 80% رو شخص آیت الله خمینی داشت، نه خارجی ها و نه مردم. بله، اجازه بدید همین پرسش رو با آقای رمضان پور. آقای رمضان پور، شما چه دیدگاهی دارید؟ فکر میکنید انگیزه های شروع انقلاب یعنی بعدها پیگیری نشد؟ اگر انگیزه انقلاب رو به این معنا نگاه کنیم که مثلا فرض بکنید در انقلاب ایران نوعی بازگشت به هویت پیش از در واقع دوره مدرنیسم بود، یعنی در ایران گروه‌های زیادی دچار بحران هویت بودند، این فرایند جذب در واقع اون سرمایه‌داری جهانی صورت نگرفته بود، نارضایتی وجود داشت از نوعی تقابل فرهنگی که گروه‌های در کشور احساس می‌کردند که بله، دارند، بنابراین به دنبال نوعی گسست بودند. به این معنا اگر نگاه بکنیم به بعضی از انگیزه‌های انقلاب که اگر اون رو مخرج مشترکش رو بین گروه‌های مذهبی و همینطور بعضی از گروه‌های چپگرا در واقع بگیریم، که مثلا فاصله گرفتن از نظام جهانی و یا تعریف جدید هویتی بود، تا حدی به این دست پیدا کردیم. منتها اینها هیچ کدوم اینقدر مفاهیم پیچیده و مبهمی هستند که نمیشه اونا رو به عنوان دستاورد ازش نام برد. درست. آقای رمضان پور، شاید این سوال مختص شما باشه، بسیاری معتقدند که اهداف فرهنگی در شکلگیری انقلاب نقش عمده‌ای داشت. اون فرهنگی که انقلابیون، شما در وزارت فرهنگ و ارشاد کار کردید، اون فرهنگی که انقلابیون منادیش بودن، چه فرهنگی بود که چنان سنگینی میکرد و این حرکت رو به جلو میبرد؟ مرحوم آقای معتمدنژاد یک مطالعه‌ای داره که در واقع همون سالهای اول در واقع
انقلاب صورت گرفته، از پیش از انقلاب در واقع مطالعه صورت گرفت، در اونجا مطرح میشه که یکی از در واقع اهداف انقلاب نوعی مقابله فرهنگی بود با احساسی که نسبت به غرب وجود داشت، در اینکه نوعی در واقع هجوم فرهنگی رو داره تحمیل میکنه علیه فرهنگ‌های بومی، علیه فرهنگ‌های پیش از مدرنیسم. من نمیخوام بگم که اینا همش درست، یعنی نمیخوام موضع بگیرم به نفع هیچ کدوم از اینها، ولی میخوام بگم این از همون ابتدا محققین اشاره کردند که در واقع نوعی احساس تقابل فرهنگی بود که یکی از زمینه‌های در واقع انقلاب بود و این در انقلاب همچنان موند، خودشو نشون داد، بعدها به شکل بیگانه ستیزی در یک جاهایی دیده شد، در جایی نوعی غرب ستیزی، نوعی بازگشت، حالا از چه شکل معتدلش بگیریم چه شکل افراطیش، به ارزش‌هایی که قدیم در ایران بوده، چه ایران به معنای اسلامی اون، چه ایران به معنای بر واقع هویت اجتماعی، منظورم ایران باستان نیست. بله. بنابراین فکر میکنم که نوعی برگشتن به برخی از ارزش‌ها بعد از انقلاب دیده میشه، این در سیاست‌ها دنبال شده، در عمل هم دنبال شده. بنابراین میشه گفت که بخشی از تحولات فرهنگی که ما بعد از انقلاب داشتیم مشخصا نتیجه آرمان‌ها و انگیزه‌هایی بوده که در انقلاب مطرح می‌شده. از جمله این آرمان‌ها و انگیزه‌ها شاید مسائل دینی باشه. اجازه بدید این پرسش رو با آقای مسعود بهنود پیگیری کنیم. آقای بهنود، ظرف 35 سال گذشته امروز بسیاری از جریان‌های سیاسی که چه اونهایی که تاب آوردن در داخل جمهوری اسلامی موندن، چه اونهایی که ناگزیر به ترک کشور شدن و هنوز هم فعال هستن، هر کدوم می‌دونید تعابیر و تفاسیر گوناگونی دارن از اینکه چرا انقلاب شد و انقلاب به کجا رسید، ولی رهبر جمهوری اسلامی بنیانگذارش آیت الله خمینی همیشه از درد دین صحبت میکرد. درد دین مسئله‌ای که در دوره گذشته به گفته ایشون در دوره طاغوت فراموش شده بود و ایشون به نوعی با این شاید تعبیر، با این تفسیر که دین رو باز میگردونه، مفاهیم دینی رو به جامعه برمیگردونه وارد شد. فکر میکنید این تحلیل درست بود؟ واقعا جامعه ایران انقدر از دین فاصله گرفته بود که یک انقلاب دینی لازم باشه؟ حتما اینطور نبود. ما چجوری بگیم که جامعه ایران چه شناختی داشت؟ اصلا یه همچین وسیله‌ای وجود نداشت، نه برای شاه که سوار اون ماشین بود، نه برای خمینی که قرار بود با اون ماشین مبارزه کنه، نه برای گروه‌های سیاسی و بقیه. همه بر اساس تفکرات خودشون و بدون اینکه مثل امروز که حکومت ایران هست تینک تنک‌هایی داشته باشن، گروه‌های مشورتی داشته باشن، بلکه بر اساس اینکه به کی برمی‌خوردن حرف می‌زدن، یک روش پریمیتیو برای اداره کشوری که به هر حال خیلی میخواست مدرن باشه و یه لایه بسیار مدرنی هم داشت. در نتیجه چون بنیاد جامعه شناختی نداشت و چون تحلیل اساسی از وضعیت خودش نداشت، به همین دلیل میتونم عرض کنم که پادشاه ایران همونقدر جامعه ایران نمیشناخت که آقای خمینی نمیشناخت و در نتیجه همه انگار داشتن در خلاء با هم شمشیربازی میکردن. این دلیل اینکه آقای خمینی این بازی رو برنده شد به خاطر اینکه وقتی ماجرا را افتاد، شما به اعلامیه‌های ایشون و تاریخ این اعلامیه‌ها دقت کنید، ایشون مطلقاً این حرف شاه باید برود رو تا نزدیکای رسیدن به پاریس نگفته بود. تمام اون مدت میگفتش که باید قانون رو اجرا کنه. یعنی در حقیقت تنها کاری که میکرد این که به جای اینکه یه ایدئولوژی داشته باشه مثل گروه‌های چپ، مثل ملیگراها که بر اساس اون الگو بخواد حرکت کنه و دنبال یک چیز خاصی باشه، نه، یک هدف داشت و اون ویران کردن نظام قبلی بود. به باورش بود که برای ساختن نظام بعدی اسلام همه چیزو داره. کمتر از 24 ساعت بعد از 22 بهمن وقتی اولین حادثه اتفاق افتاد که اونم مربوط بود نفکش ها و نفت و آقای نزیه اومد و خبر داد که نفت رو نمیتونیم صادر بکنیم، در حقیقت میشه گفتش که اولین
خبری بود که به ایشون رسید که نخیر نداره راه حل داره، به خاطر اینکه معلوم شد که محمولات نفت رو نمیتونن صادر کنن چون بیمه نمیشه و بیمه رو ایشون حرام کرده و بنابراین افراد دیگه کسی نمیتونست کاری کنه مگر اینکه خودشون اونچوری که قبلا در درس‌ها و در توضیح مسائل گفته بودن به همزن. از اینجا شروع شد تا آخرش که ایشون ناچار شدش که مجمع تشخیص مصلحت رو درست کنه که از اسمش پیداست، یعنی اینکه از حرف‌ها، شعارها، آرمان‌ها و اونچه که بر اساس اون قرار بوده است بر بنیاد اسلام یک حکومت درست بشه انقدر فاصله گرفتیم که بعد از 10 سال فهمیدیم باید یه چیزی درست کنیم بر اساس مصلحت روز حرکت کنه. به این دلیل است که من عرض میکنم نه ایشون یک الگوی روشن مطالعه شده ای داشت چنان که شاه هم نداشت و نه بعد از اون. البته الان در 20 ساله اخیر، یعنی بعد از این که اتفاقا بنیانگذارش دیگه نیستش، حکومت صاحب ایدئولوژی و بنیان و تینک تنک و بقیه قضایه شده. البته بله، در قرن 20 جهان انقلاب‌های زیادی رو به خود دیده که شرایط زمانی و مکانی متفاوت در شرایط‌های متفاوت با ریشه‌ها و آرمان‌های شاید مختلف از شرق تا غرب جهان به وقوع پیوستند. نقاط تشابه و تفاوت این انقلاب‌ها چیه؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم، اما پیش از اون گزارش رضا سلماسی رو ببینیم. همه تغییرات حکومتی در کشورهای مختلف در قرن 20 لزوماً به تحولات بنیادین سیاسی و اجتماعی منتهی نمی‌شد و تنها به جابجایی قدرت در رأس ساختار سیاسی کشورها محدود می‌شد. از این رو از همه آنها به عنوان انقلاب یاد نمی‌شود. حرکت‌هایی هم بودند که از آنها به عنوان انقلاب یاد می‌شود، نظیر انقلاب مشروطه ایران در اوایل قرن 20 و انقلاب 1919 مردم مصر علیه سلطه بریتانیا که یا ماهیتی ملی‌گرایانه و آرمانی داشتند یا حرکت‌های اصلاح طلبانه‌ای بودند که از سطوح بالای اجتماعی و سیاسی هدایت می‌شدند، هرچند به واسطه تغییرات بنیادی آنها نیز نام انقلاب بر خود گرفتند. انقلاب یک جریان آرامی شروع می‌شه، به حدی می‌رسه و در اون حد رژیم قبلی رو ساقط میکنه، رژیم جدید ایجاد میکنه، رژیم جدید جا به جای قدرت در طبقات صورت میگیره و ایده ها و ارزش های جدیدی رو این جا به جای قدرت از یک طبقه به طبقه ایجاد میکنه. شاید بتوان شرایط اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی را از عمده‌ترین زمینه‌های بروز انقلاب در کشورهای مختلف دانست، اما آنچه که انقلاب‌ها را از یکدیگر متفاوت می‌کند، نحوه گذار از شرایط انقلابی به شرایط عادی و رسیدن به آرمان‌های انقلاب است. انقلاب ایران که در اوج دوران جنگ سرد میان آمریکا و شوروی به وقوع پیوست، به سرعت ماهیت مذهبی و ضد آمریکایی به خود گرفت و در طول سالها هر چند فراز و فرودهایی در این زمینه داشته، اما آن گفتمان انقلابی کماکان تا به امروز پا بر جا مانده است. ایدئال‌های مذهبی رو دنبال می‌کرد آقای خمینی و این ایدئال‌های مذهبی تا الان هم توسط آقای خامنه‌ای ادامه داره و ما می‌بینیم که این سیستمی که هیچ وقت به ترمیدور خودش نمی‌رسه، یعنی سیستم آروم نمیشه. در پی فروپاشی نظام کمونیستی شوروی، جمهوری اسلامی با وجود شعار نه شرقی نه غربی روزهای آغازین خود، با نزدیکی بیشتر به روسیه از توان تاثیرگذاری بیشتری در توازن قدرت در منطقه برخوردار شد. گفتمان مذهبی و اسلام سیاسی ارائه شده مرزبندی‌های سیاسی و ایدئولوژیک جدیدی را به وجود آورد تا آنجا که در منطقه آغازگر رقابتی جدی میان ایران به عنوان قدرتی شیعه و عربستان سعودی به عنوان قدرتی سنی شد که امروز از آن به عنوان جنگ سرد خاورمیانه نام می‌برند. اگر در ابتدای قرن 20 قدرت‌های جهانی توان و نفوذ لازم برای ایفای نقش در شکل‌گیری، کامیابی یا حتی ناکامی انقلاب در کشورهای مختلف را نداشتند، امروز تبعات گسترده هر انقلاب بر مناسبات این دهکده کوچک جهانی موجب می‌شود که قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نسبت به حرکت‌های مردمی در دنیا بی‌تفاوت نمانند. انقلاب‌هایی که در کشور عربی حادث شده بسیار شبیه انقلاب ایران، اینا خواستاره دموکراسی و آزادی و رفاه اقتصادی هستن، ولی همین که حرکت شروع میشه گروه های معاند سازمان یافته مذهبی بلافاصله این رو از دست اینا میقاپن و این تبدیل میکنه به یک موضوعی برای خودشون.
شاید به همین دلیل باشد که انقلاب‌های موسوم به بهار عربی با فراز و فرودهای متفاوت روبرو شدند و در مواردی مثل انقلاب سال 2011 مردم مصر به باور برخی عقب‌گرد کرده و قیام مردم سوریه هم در مسیری متفاوت از آغاز آن امروز تبدیل به چالشی بزرگ برای جامعه جهانی شده است. همین تاثیرگذاری بیشتر کشورها در جهان به هم پیوسته امروز است که علاوه بر تحولات فرهنگی و رشد سیاسی اجتماعی جامعه ایران میتواند دلیل دیگری بر تحولات سالها و به ویژه ماهای اخیر در صحنه سیاسی ایران باشد و احتمالاً مسیر تحولات آینده در دهه چهارم انقلاب را تعیین نماید. رضا سلماسی، صدای آمریکا. آقای رمضان پور، میدونید در دو سه سال اخیر مسائلی که به بهار عربی موسوم است، انقلابایی که در کشورهای عربی رخ داد، خب یکی از مسائل بسیار مهمی بود که بسیاری فکر میکردن شاید در اکثر کشورهایی که اتفاق افتاده دموکراسی حاکم بشه به جای دیکتاتوری هایی که بود، ولی اینطور نشد، لااقل تا کنون این اتفاق نیفتاده. فکر میکنید که بسیاری هم البته تو ایران انتظار داشتن که شاید یک بهار عربی در ایران شروع بشه. سوال اینه، فکر میکنید که مردم ایران پس از تجربه انقلاب 57 دیگه اون حالت انقلابیگری چقدر احتمال داره درش رو بده؟ یعنی در ایران وقوع یک انقلاب دیگر چقدر محتمله؟ من فکر میکنم که اون پویایی که در جامعه ایران سال 57 56 وجود داشت همچنان در جامعه ایران وجود داره. منتها واقعیت اینه که همینطور که ما نگاه میکنیم به شباهت‌های این انقلاب با انقلاب‌های دیگه، باید توجه بکنیم به تفاوت‌هایی هم که داشته، چه اون زمان در سال به اصطلاح 57 که این اتفاق افتاد و چه الان. یک ویژگی‌های جامعه ایران داشته که این ویژگی‌ها بخشیش همچنان ثابته ولی بخشی از این ویژگی‌ها تغییر کرده. مثلا اگر ما نگاه بکنیم در سال 57 نوعی تقابل وجود داشت بین رسانه‌های رسمی دولتی یعنی رادیو و تلویزیون و رسانه‌هایی که در اختیار گروه‌های مخالف بود، از کتاب‌ها و جزوات و شبنامه‌هایی که در اختیار گروه‌های مخالف بود تا منبر و نوار و کاست و احیاناً تا حدی رادیوی بی بی سی که یه نقشی ایفا می‌کرد. یک جور تمایز بین دو سیستم رسانه‌ای وجود داشت. این سیستم رسانه‌ای متعلق به یک بخش‌های خاصی بود که روحانیت اون اداره میکرد، ولی الان اگر بیایم نگاه بکنیم به سیستم رسانه‌ای که در ایران هست، ما با یک شبکه اجتماعی روبرویم، با اینترنت روبرویم، با ماهواره‌های روبرو هستیم. روزنامه‌ها الان نقش فعال‌تری دارن از اون چیزی که سال 56 57 دارن. منظورم از اشاره به این تفاوت وضعیت رسانه‌ها اینه که بسیاری از شرایط برای بروز پویایی اجتماعی در حال حاضر وجود داره که شاید این محدودیت‌ها در سال 57 اگر وجود نداشت ما اون وقت با شرایط دیگری روبرو بودیم. یعنی اگر خود حکومت وقت اون فضایی رو که یهو در سال 56 57 باش مواجه شد و پذیرفت، دو سال پیش از اون میپذیرفت و تن میداد به بعضی از تغییرات، اون پویایی که در جامعه ایران بود به شکل دیگری خودش رو نشون میداد. علاوه بر این من فکر میکنم مسئله پرهیز از خشونت امروز در جامعه ما بسیار پذیرفته شده تره تا اون زمان. اون زمان به هر حال شرایط جنگ سرد بر دنیا حاکم بود، مبارزه چریکی هنوز حتی یک الگوی نسبتاً مطرح بود در کل جهان، بنابراین مبارزه خشونت‌آمیز یک مبارزه‌ای بود که مطرح بود. حتی ایران به این دلیل که چندان خشونت‌آمیز نبود، برای متفکرینی مثل فوکو که در اون زمان به ایران اومد و نگاه کرد به اوضاع ایران، بسیار عجیب بود. در اون در ایران جنگ طبقاتی نمی‌دید، در ایران نوعی نگاه فرهنگی و معنوی می‌دید. بنابراین من فکر می‌کنم که بخشی از اون پویایی جامعه ایران همچنان هست ولی یک جامعه با تجربه تر. بله، از جمله آقای فوکو برخی مسائل در مورد مثلا کشتاری که در میدان جاله گفته بود 4000 کشته شده، بعدها روشن شد که اینطور نبوده. یعنی خیلی ها به نوع دیگه ای میدیدن، شاید میپذیرفتن آنچه در آنچه انقلابیون میگفتن در مورد انقلاب، در مورد نحوه برخورد شاه. بله، سپاسگزارم مسعود بهنوت، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، و همچنین علی اصغر رمضان پور، سپاس از شما، معاون فرهنگی سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر دو از لندن. و سپاس از همه شما که تا این لحظه
همراه ما بودید در ویژه برنامه 35 سالگرد انقلاب 57. بدرود.